شیطان. بوی عطر مزخرفش همه جای اتاق هست. میدونم چی کارت کنم. سه روز تا برملا شدن حقیقت مونده. شیطان. خالته مگه اینجا طویله است؟ تو اتاق من چی کار میکردی؟ اینطوری نگام نکن. بوی عطر مزخرف تو اتاق میومد. زیرزیرکی رفتی تو اتاق من. بگو اونجا داشتی چی کار میکردی؟ زود باش بگو. خالته چرا انقدر میترسی؟ تو اتاق چیزی هست که نمیخوای ببینم؟ شایدم اون توی چیزی مربوط به دخترت قایم کردی. تو شیطان ترین و بی ادب ترین دختری هستی که توی تمام عمرم دیده بودم. خالده! خالده! تو کجایی؟ برای آبجیم چای سبز درست کن. حالا تهوع داره. بودا دیگه! بودا! بودا خالده! برای گلرو خانم لیمون نعنا درست میکنم. معدش ناراحته. آبجیم حالا تهوع داره. بچهش خیلی شیطون میشه. عشقم، جایی میخوایم بریم که اینطوری آرایش میکنی؟ نه، حس خوبی دارم، همینطوری دلم خواست. منم خیلی خوشحالم، حس خیلی خوبی دارم. منم دلم میخواد مثل اونا بچه دار بشیم. چیزه؟ اگه تو حس میکنی حالت خوبه، به گلفام بهش تبریک میگم. من خیلی خوشحال شدم، از ته دل خوشحال شدم. با وجود اون مرد خیلی خوشحال شدم. اون مرد بابا میشه. بابای خواهرزاده من میشه. ولی عیب نداره، کاریه که شده. کاریش نمیشه کرد. گلرو من دایی میشم. من صاحب خواهرزاده میشم. یه بروجک کوچولو ریزه میزه داره میاد تو این ویلا. من خواهرزادم رو خیلی دوست دارم، خیلی. تو دایی خیلی خوبی میشی جهان. این دروغ حامله که چقدر بزرگ شد. راستش همچین بدم نمیشه. هنوزم نیومده؟ خیلی خوب، باشه آبجی جونم، همین الان میام. چی شده؟ قنچه نیست، گوشیشم خاموشه. آبجیبم داره از نگرانی میمیره، اونم که بیخیال. خدا میدونه باز با کیا میپری. من برم یه سر به خواهرم بزنم. جهان، اگه من امشب تو سرای داری بمونم، تو اینجا حوصلت سر نمیره که نه؟ چرا میخوای تو سرای داری بمونی؟ معلوم نیست قنچه ساعت چند بیاد خونه. آبجیمم از عصبانیت داره میترکه. وقتی بیاد حتما دعواشون میشه. نمیخوام با هم تنها باشن. باید بشینیم و قنچه درست حسابی حرف بزنیم. من نباشم نمیشه دیگه. نه 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 نه. دعوا نکن. دعوا نکنن، باشه. همش یه شبه دیگه. منم برای خودم پازل میچینم. میبینمت. گورو.
نه لباسی که پوشیدی، نه آرایشی که کردی نمیتونه پریشونی تو بپوشونه. فقط وقتی پدرت مرده بود اینطوری دیده بودمت. در اصل اینم خیلی متفاوت نیست، درسته؟ امروزم تو دلت یه چیزایی مرد، مگه نه؟ با وجود همه چی فکر میکردی هنوز تو دل امید جایی داری، میخواستی یه جایی برات بمونه، اما نشد. دیدی که برای همیشه از دل امید پاک شدی. از سر رو برو کنار، اون یه ذره امیدیم که داشتی مرد. حیف، دلم سوخت. برای اولین بار دلم برات سوخت. چطور تونستی این کارو بکنی ها؟ گلرون چطور تونستی این کارو بکنی؟ گلرون داد نزن. چطور تونستی ها جواب بده؟ مسخره بازی در نیار گلرون. به خودت بیا، وسط ویلا داد و بیداد نکن. بیا ببینم صداتو، بیا پایین. تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ گفتم داد نزن، بیا. بیا اینجا داد بزن، انقدر مسخره بازی در نیار. بیا، چرا شرن میگی؟ چطور بهش دست زدی ها؟ منو ببین، این چه نمایشی رو انداختی؟ داری سعی میکنی دیوونم کنی؟ چی؟ فکر میکنی تو به حد کافی دیوونم نکردی؟ باشه ازدواج کردی، کافی نبود ها؟ کافی نبود؟ حالا؟ حالا؟ بهش دست زدی؟ چطور تونستی بهش دست بزنی؟ من نتونستم. من به جهان، به شوهرم، به کسی غیر از تو نتونستم دست بزنم. نمیشنوی چی میگم؟ من با شوهرم رابطه نداشتم. کافیه، نتونسته به شوهرش دست بزنه. این که الان اینو بگی چه فایده ای داره؟ مفهومی براش مونده؟ بعد از این که ما رو از بین بردی همچین چیزی چه مفهومی داره گلرو؟ خیلی دارم سرش میکشم. امید بهم نگاه کن، خوب تو چشم نگاه کن. اینم برات مفهومی نداره؟ نداره. این زشت کشیدن یه دروغید دیگه برای من هیچ ارزشی نداره گلرو. امید، امید نمیبینی؟ نمیبینی چقدر دارم زشت میکشم؟ امید نمیبینی؟ نمیبینی؟ چرا میبینم؟ میبینم چقدر داری زجر میکشی گلرو، ولی خیلی خوب میدونم چرا داری زجر میکشی. این درد عشق نیست، درد یه نفرت واقعیه. چون گلفام از من گذشت، تو هم ازم گذشتی.
حالا چون با همیم و با هم ازدواج کردیم، کسی که دیگه برات هیچ ارزشی نداشت، یعنی امید، تو یه لحظه با ارزش شد، تو یه لحظه برات عزیز شد. آره، ولی الان گلفام پیش منه، زن منه، مادر بچه‌مه. بچه من الان تو شکم گلفام گلرو، میفهمی؟ بچه من چی شد؟ حالا برات با ارزش تر شدم نه؟ یه های قلبت واسه من شروع به تپیدن کرد. آره گلرو، اینطوری قدرمو بیشتر میدونی نه؟ حالا زجر میکشی؟ پرسیدم داری زجر میکشی؟ خواهش میکنم، قلبم داره بدجوری عذاب میکشه. بدجور ولی دل من اصلا برات نمیسوزه گل رو، اصلا. باورش نکن امید، باورش نکن. امروز از امید اینا هیچ خبری نبود. منم نمیخوام هر روز زنگ بزنم و مزاحمشون بشم. آره خوب، نباید زیاد مزاحم تازه عروس داماده شد. تازه اصلا زنگ بزنم چی بگم؟ مگه روم میشه دوباره برای شام دعوتشون کنم؟ غنچه، شوکت چی شده؟ مریضی؟ خیس عرق شده. من میرم بخوابم. شب خیر. حتما داره مریض میشه. قنچه گوشی تو روشن کردی با من تماس بگیر، وگرنه من میدونم. و تو اون یکی دختره کجاست ها؟ اونم رفته پیش دوستش با هم درس بخونن. بذار بیاد به خدمت اونم میرسم. وای کجایی دخترم؟ کجایی قنچه جونم؟ هی میگم دخالت نکنم، ولی مسعوده صبر آدمم حد و اندازه‌ای داره. به خدا این خواهرای تو هیچ کدومشون آدم بهشون نیستن. حالا ببین کی بهت گفتم. یکیشون گوشش خاموشه، اون یکی هم معلوم نیست به اسم درس خوندن چی کارا میکنه. آره والا خدا میدونه. تو رو خدا یکم انصاف داشته باشی، به حد کافی استرس دارم. به خدا قلبم درد گرفته. اه دختر، تو چرا این موقع شب اومدی اینجا؟ چیزی که نشده، من امروز اینجا میمونم. وا نکنه بازم شوهرت داره طلاقت میده. مادر تو هم فوری نفوس بد میزنی ها، زبون تو گاز بگیر. توبه توبه، من ازش خواستم بیاد. بیا عزیزم. آبجی، یه بار تو حیات ویلا بودم که گلفامو دیدم. اون روز بهم گفت عشق بزرگترین نقطه ضعفه. حالا هم نقطه ضعفمو دست گرفته و داره باهاش بازی میکنه. آخ گلرو، تو رو خدا دوباره شروع نکن. چی جکوف پیش دوستش میمونه که تا حالا سابقه نداشته؟ قنچه رو بگی از صبح تا حالا ازش خبری نیست، هنوزم گوشیش خاموشه.
به خدا دلم خیلی آشوبه، با تو دیگه نمیتونم سر و کله بزنم. بگو امید. آنور کجایی؟ تو کلینیکم، مشغول کارم. باشه، دارم میام اونجا. باشه، بیا. بیا حکیم اغلو. نه خیر، هنوزم که هنوز گوشیش خاموشه. به خدا دارم دیوونه میشم. این دختره کجاست؟ آی، الان خیلی به بابا حق میدم. حالا فهمیدم یه چشم به ساعت یه چشم به در دوختن یعنی چی. آبجی جون، لطفاً یکم آروم باش. قنچه رو که میشناسی خودت، حتما با دوستش رفته شام بخوره، بعدم شارژ گوشیش تموم شده، اونم حواسش نیست دیگه. تو چته گل رو؟ چرا عرق کردی؟ همینطوری یهو گر گرفتم. تو آروم باش و خودتو ناراحت نکن، بذار بیاد باش حرف میزنیم. باشه دیگه، بگی بخواب. بیا عزیزم. نه، خودت که میدونی آبجی، الان میاد باز هزار تا بهونه و دروغ برامون ردیف میکنه. ویل کن. عیبی نداره، بذار بیاد. خوب میدونم چجوری جواب اون بهونه و دروغاشو بدم. تو هم آینست دیگه، برو، شوهرت منتظرته. امشب اینجا میمونم، بهش گفتم. دیگه با آقا امید زیره سقف نمیتونی بمونی گل رو؟ ارزششو داشت؟ ارزش اون همه عذابی که کشیدی و داشت؟ ها؟ حرف بزن دیگه، چرا ساکتی؟ وقتی زنگ زدی گفتی میای، فکر کردم برای حرف زدن میای، نه برای سکوت کردن. منم همین فکر رو میکردم، اما مغزم و احساساتم یه هایی قفل شدن. چیزایی تو دلمه که نمیتونم هضم کنم. چی اینقدر برات سخته امید؟ ترس دست پدر شدنه؟ در مورد اون جریان هیچ حرفی ندارم آنور. عجب، یعنی در این حد آماده ای؟ ها؟ کوچکترین ترس و کلافگی در این مورد نداری؟ واقعا دمت گرم حکیم اغلو، خیلی باحالی. دوست دختر سابقت که تا همین چند هفته قبل هیچ حسی بهش نداشتی یه هوی زنت میشه و حالا هم ازت حامل است. اما تو حرفی برای گفتن نداری؟ آره گفتم که هیچ حرفی واسه گفتن ندارم. چرا کشش میدی؟ کشش میدم؟ این طور فکر میکنی؟ تو نبودی که این موقع شب به هم زنگ زدی گفتی به حرف زدن با من احتیاج داری امید؟ اونی که الان لالمونی گرفته نشسته تو نیستی؟ حق با توه، فکرم خیلی به هم ریخته است. گاهی آدم میخواد حرف بزنه، دوست داره درد دل کنه، ولی وقتی بهش میگی بشین تعریف کن، از دهنش هیچ حرفی در نمیاد. بگذاریم، وقتی بتونم راحت تر حرف بزنم ادامش میدیم. روزی که بتونی با خودت رو راست باشی و قبول کنی تو اون خونه زنی که واقعا دوستش داری گل روی نه گلفام میخوای با هم صحبت کنی امید. اشتباه میکنی، من گل رو دوست ندارم، دیگه دوستش ندارم. تو اشتباه میکنی امید، تو دوست داشتن گل رو دوست نداری. آه گلفا،
خالده چی کار داری میکنی؟ این چه طرز اومدن آدم یه در میزنه؟ زدم، حتما شما متوجه نشدین. براتون شیر و عسل آوردم، برای هر دوتون. چه شیر عسلی خالده؟ مگه نمیدونی من شیر عسل دوست ندارم؟ برای چی آوردی؟ گفتم به خاطر بچه، شاید یه قلوب کوچولو بخوری. وای گلفام خانم، چقدر مادر شدن بهتون میاد. به من میاد؟ لابد شوخیت گرفته خالده. چی کار میکنی؟ با تو هم نظرش اونجا، بهت گفتم نمیخوام. بازم توالت. تو خوابم عاملگی بهم نمیاد. آبجی قنچه؟ نه منم. قنچه کجاست؟ قنچه هنوز نیومده. آه.
هم که نیست. 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 اینجا هم نیست. تو یکی هم نیست. پیداش نکردن. پیداش نکردن. نتونستم پیداش کنم. شاید اصلا چی ها نتونستی پیدا کنی؟ هیچی، با تو نبودم. تو به کارت برس. برو دیگه. خدایا این دختره تا این موقع کجا مونده آخه؟ حتما بلایی سرش اومده. من چطور خواب موندم آخه؟ وای خیلی خوب آبجی، آروم باش. من یه سر برم ویلا لباسمو عوض کنم، بعد میریم اداره پلیس. من نمیتونم صبر کنم لباس عوض کنی. تا الانشم اشتباه کردم، نرفتم خونه موندم. به خدا از شما دوتا بیخیالتر تو عمرم ندیدم واقعا که. آره والا، یعنی دیگه به اینجام رسیده مسعوده. یه روز بوم منفجر میشم، اون وقتی که هیچ کی جلو دارم نیست. کیفم اینجاست. روز بخیر. آبجیم طوری شده؟ نه نشده. یه دقیقه صبر کن ببینم. خواهرم طوری شده؟ آره. وای خیلی هیجان زدم. ببین تو اینجا صبر کن، وقتی همه چی جور بود بهت زنگ میزنم. اگه تک زنگ زدم یعنی خیلی بد برخورد کردن، اصلا نیا تو باشه. اگه تک زنگ زدی یعنی قنچه داره پوست کلتو میکنه، مگه نه؟ قنچه برام مهم نیست. گل رو هم خب یه جورایی بعد از ازدواج خودش به هم چیزی نمیگه. ترس من از آبجی مسعودمه. خب دیگه وقتی دوبار زنگ خورد بیا باشه. باشه. اگه اصلا زنگ نزنی چی؟ ها اگه زنگ نزدم یعنی رو دستشون موندم و آمبولانس خبر کن. وقتی از خانواده من خلاص شده میری میشه خانواده تو. تازه قبل از رفتن پیش اونا باید آمبولانس خبر کنیم. تو رو خدا بگین سرکار، شما حتما یه چیزی میدونی. آبجی جون آروم باش، یه چیزی شده به من نمیگی. آروم باش تو رو خدا، آبجی یه چیزی شده. تو رو خدا بگین، التماستون میکنم. چی شده؟ خواهرم تو رو شده بلای سرش اومده. میگن چی نمیدونم، غیبش زده، کیفشم تو آشغالا بدی کرد. لازم نیست همتون بیاین، فقط کسی بیاد که اطلاعات داره. باشه من به بیمارستانو زنگ میزنم. بیا چیچک، ما هم دنبالشون میریم. بله سر قنچه نیمده، هیچیش نشده. بله دایگو. آه گل رو، امروز شهرداری برای فشن شد. من امروز هیچ کار نمیتونم بکنم، اتولی هم نمیام. خب قنچه یه چیزی شده، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه باشه. ای بابا، گفت قنچه یه چیزی شده و تلفن رو قطع کرد. قنچه کیه؟ خواهرش. چه شده؟ نمیدونم ولی صداش خیلی نگران بود. ای بابا، همین دیروز دیدمش، هیچی هم مریض پریض نبود. خلاصه امروز آتالیه تعطیله. بهتر، عشقم کل روز لمیده رو مبل استراحت توب میکنه. والا ولی من دیگه باید برم، مسافرها میپرم. سب کن. اینه بخور. موفق باشی، برو به سلامت. دختر چون قضیه چیه اینطوری حرف میزنی یا نون مربایی میذاری دهنم؟ عوض شدی یا؟ آره والا. میبینمت. به سلامت. فکر کنم نمونه دعوتنامه رسید. دایگو خانم؟ خودم هم، بفرمایید. لطفاً اینجا رو امضا کنین. چی هست؟ اجرایی از سرکار خانم. روزتون خوش. رفیق یه چیزی ازت بپرسم، اگه الان برم آژانس و حقوق یه ماه هم و یه جا بخوام فکر میکنی میدم؟ نه پسر، مگه میشه؟ بعیده قبول کنن. قبول نمیکنم. پول کم آوردی؟ نه بابا، واسه پول سالمندان پدر دویگو میخوام. پسر تو تو عالم رویا سیر میکنی ها. تازه ببین چی میگم، فرض کن 1500 تا هم گیر آوردی، بماند که حقوقت هم بگیری 15000 تا نمیشه، ولی چطور میخوای بعدن 5000 تا پس؟ چه میدونم بابا، ولش کن. راسته اون دلبرت یه چیزی شده؟ دلبرم دیگه کیه؟ قنچه دیگه بابا. برو داداشم. من چرت نگو. حالا چه شده؟ نمیدونم چشه، فکر کنم بردنش بیمارستان از این حرفا.
خواهش میکنم به هم یه ما فرصت بدین. خواهش میکنم. ممکن نیست. خب باشه، توقیف اموال بیاد هرچی دارم ببره، اما پدرم رو بذارین اونجا بمونه. التماستون میکنم. دویگو خانم، خواهش میکنم به ما فشار نیارین. اگه فردا تا قبل از تموم شدن ساعت اداری پول واریز نکنین، باید بیاین پدرتون رو ببرین. روز خوش. لعنتی، لعنتی، خدایا چی کار کنم؟ تو بگو چی کار کنم. با این چک میتونی بابا تو نه سه ماه، نه یه سال، بلکه تا آخر عمر رقت بارش تو اون خونه سالمندان نگه داری. ببینین قنچه چلیک. باشه فهمیدم، حتی مریضی که اسمش هم ندونی نیوردنه، با موهای مشکی و قد حدود 170. من با اتون تماس میگیرم. ممنونم. آبجی پیداش کردین؟ گلرو، گلرو جونم، قنچه، قنچه گلرو. آبجی حرف بزن، گریه نکن. بیمارستانه. یه دقیقه گریه نکن، درست حرف بزن مسوده. اصلا اون گوشی بده به من. باشه ریا. الو گلرو، ببین دختر، پلیس انگار هویت قنچه رو تو همه بیمارستانه پخش کرده. خب از یکیشون مهمون زنگ زدن، انگار یکی شبیه اونو بردن اونجا. ما میریم ببینیم موضوع چیه. باشه باشه، زود بگو ببینم کدوم بیمارستان. نه بابا نمیخواد شما بیاین، برین اون ورا بیمارستانه دیگر رو بگردین، وقتو هدر ندیم. باشه باشه، پس حتما خبر بدین. خب چی شده؟ چی شده گلرو؟ نمیدونیم هنوز، چی نمیدونیم. گلرو بهت قول میدم همه چی درست میشه. جهان جون داریم میریم، تا یه ساعت دیگه برمیگردیم. تو چت شدی؟ گلفام، قنچه گم شده، کیفشو تو آشغالا پیدا کردن، دیشبم نرفته خونه. داری راست میگی؟ از دست ما کاری برمیاد؟ نه، کاری از دست شما بر نمیاد. من هوای زنمو دارم. جهان جون، اون دختر حتما بازم داره یه کلکی سوار میکنه. به نظر من خودتو ناراحت نکن، خدا میدونه باز با کی چه سر و سری داره. حواست باشه چی داری میگی. گلرو حالت خوبه؟ حالت خوبه. تو دخالت نکن. خوبه. خوبی؟ چه حق نداری در مورد خانواده‌ام اینطوری حرف بزنی؟ باش آروم باش. چیزی نیست، فقط تپش قلب گرفتم. از بیخوابیه. پاشو زنتو ببر تو اتاق استراحت کنه، داره دیرمون میشه. امید نگو که گوله این نمایش و قش کردن رو خوردی، همش فقط برای جلب توجه، نه چیز دیگه. ولی انگاری واقعا حالش بد بود گلفا. آی امید، فقط یه بازی کوچیک رو انداختیم، چه زود عذاب وجدان گرفتی. بفرمایی، نکنه منتظر کسی هستی؟ منتظر گلفام خانومم، دستیار جدیدشم. واقعا مبارکه. ممنون. فقط چپ و راست مزاحم گلفام خانوم نشین، باید یکم دوندگیشو کمتر کنه، برای بچهش ضرر داره. بچهش؟ بله، گلفام خانوم حامله است. گلفام، قضیه حاملگی رو هرچی زودتر تموم کنیم. میگم به نظرت ماجرای قنچه عجیب نیست؟ اینکه کیفشو از تو آشغالا پیدا کنن اصلا نشونه خوبی نیست. اون قنچه مارمولک هر جور کلکی بگی سوار میکنه، معلومه که بازی نقشه تو سرش داره. خب دیگه دستیارتو معطل نکن، منم یه سر به مادرم میزنم. با هم از دکتر برمیگردیم، یادت نره. گلفام خانم، رفته بودم عطاری،
اگه بدونین چیا خریدم، همشو برای شما گرفتم. وای نوش جون خودتون و بچه‌تون. خیلی خوب، بس خالده، برو تو. بودو ببینم. بودو. گلفام، یه لحظه بیا. ببین اگه خبرنگارا بشنون بیچاره میشیم ها. بیا زودتر این قضیه رو تموم کنیم. باشه، ولی از کجا قراره به گوششون برسه؟ بین خودمون حرف زدیم، آروم باش. بعدش هم مگه من میخوام جاهده بشنوه و الکی الکی خوشحال بشه؟ صدای دایی میشم، گفتنهای جهان هنوز تو گوشمه. به هر حال باید هر چه زودتر تمومش کنیم. باشه، تو برو دیگه. صبح خیلی. خیلی تبریک میگم گلفام خانوم. چی کار میکنی شوکت؟ انگار تو خونه زندانیت کردن. خب برو بیرون. چی؟ زندان؟ این زندان چیه مادر؟ چی داری میگی؟ چه خبرت شوکت؟ حالت خوبه؟ آره بابا، حالم خوبه، چیزی نگفتم که. در میزنن. یعنی کیه؟ کیه؟ کی پشت داره؟ ای بابا، تو چته آخه؟ سلام محبوبه. آه امید، منم میخواستم بهت زنگ بزنم. گلفام باهات نیست؟ نه. من یکم میرم تو حیات خودم بزنم. بشین محبوبه جان. میشه بگی برامون قهوه بیارن؟ نمیشینم مادر، اومدم با شوکت حرف بزنم. خیلی کار خوبی میکنی امید، حالش اصلا خوب نیست. من ماهیانش رو قطع کردم و کارتای اعتبارشم پاره کردم. شایدم برای همون اینطوری شده. باش حرف میزنم امید. یه وقت ازت قرض خواست بهش ندیا. هیچ کس نمیدونه، پیداش نکردن. لابد دیگه هیچ کس نمیدونه. لابد کسی نمیدونه. لابد کسی نمیدونه. شوکت خوبی؟ آره بابا خوبم، چیزی نیست، خوبم. از قنچه خبر داری؟ گفتی قنچه؟ نه ندارم، من بعد از اون شب اصلا ندیدمش. ببینم چیزی شده. قنچه گم شده، کیفشم تو آشغالا پیدا کردن. بیچاره. خب یعنی چی شده؟ هنوز نمیدونیم چی شده، پرسیدم شاید تو چیزی بدونی. نه من خبر ندارم. در مورد اون شب به مادر چیزی نگفتم، نگران نباش، قصد گفتنشم ندارم. باشه. اینقدر دست باشه نشو شوکت، بعدم با هم حرف میزنیم. باشه. گم شده، هنوز پیداش نکردن. گم شده. کسی به این اسم تو بیمارستانتون نیست؟ باشه فهمیدم، خیلی ممنون. گرو تپش قلب که نداری ها؟ نه عزیزم، خوبم. چیزه، من نرم مشاوره، نمیرم. جهان امکان نداری، دیروزم به خاطر من نصف کاری گذاشتی. بعدش هم من میدونم قنچه هیچیش نشده. خب تو دیگه برو بالا، آقا اونور هم بیشتر از این منتظر نذار. گرو اگه خبری شد میای پیشمون؟ میام. قول میدی؟ باشه قول میدم. باشه. بله چیچک، دیروز بعد از ظهر یه زوج پیداشون کردن. مرده، دستش تکون خورد. عزیزم زود باش آمبولانس خبر کن. باش. رد ضرب و شتم، ضربه‌ای که به سرش خورده و اینکه کیفش بین آشغالا دور از جنگل پیدا شده، نشون میده که بهش حمله شده. آخه این چطور ممکنه؟
کسی هست که به شک داشته باشین؟ نه 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 آخه کی هم چی کاری میکنه؟ کی میتونه هم چی کاری با خوهرم بکنه؟ آقای دکتر چی شد؟ خوهرم چطوره؟ چیزی شده؟ ببینین بیمارمون جراحی مغز سنگینی داشته، 48 ساعت پیش رو خیلی حیاتیه. با اجازتون. گوگولو خوش اومدی. ممنونم. غنچه حالش چطوره؟ خوبه؟ خوبه، خدا رو شکر بهتره. دکترش میگفت امروز هست میتونیم از آی سی درش بیاریم. خدا رو شکر. انشالله. روز بخیر گلرو خانوم. بله بفرمی. لطفا اینجا رو امضا کنیم. البته. روز خوش. خیلی ممنون. اون چیه؟ هیچیه، چیزه، از آتلیه فاکتور پارچه ها رو فرستادم. من برم دستشویی بیام. گلفم دختر خالد است. تازه عروس و دوماد مژده بچه دادن. باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. اینا دیگه چیه؟ آی به هر کسی که تو این دو روز برام هدیه فرستاده گفتم همچین چیزی نیست. امروز میبینم اینجا نوشته. یه نگاه به اینجا بنداز، یه نگاه به این اتاق بنداز. بهت گفته بودم که این بازی بیش از حد کشدار شده گلفام. دستیار جدید احمقم. البته بهتره بگم دستیار سابق. گفتم همچین چیزی نیست و چرن نگو، ولی خبرو به همه لو داده و همه جا پخش کرده. نتونسته جلوی اون دهن لقشو بگیره. عیب نداره، اصلا مهم نیست. باید آروم باشیم امید، جدی میگم، واقعا باید خودمونو کنترل کنیم. چطور آروم باشیم گلفام؟ تو چی داری میگی؟ به هیچ کسم که نمیگی یه سوء تفاهمی پیش اومده بود و من حامله نیستم. به خدا گفتم، به فیگن گفتم، به آهو هم گفتم، ولی اونا گفتن خیلی خوب بابا میترسی چشمت بزنن، نگران نباش، ما هیچ حرفی نمیزنیم. وای باورم نمیشه، من نتونستم هیچ کس رو متقاعد کنم حامله نیستم. بهت گفته بودم گلفام، صد بار بهت گفتم این جریان دیگه واقعا. وای پس راسته، پس راسته. وای امید، گلفام، گلفام. کار از کار گذشت.